مخابره آجل و تکان دهنده ولی آریان با مراد علی مراد. به نام خدا و با درود سلام به کانال ادلا رسانی ما خوش آمدین. مشروح خبرها. ولی آریان در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: در واکنش به حرف های اخیر مراد علی مراد، شناخت من از جنرال مراد علی مراد در میدان های جنگ مسلکی بودن مراد علی مراد را نمی شود انکار کرد، اما آنچه من از این نظامی شناخت دارم ناتوانی ایشان در مدیریت جنگ بوده است. من بارها از شمال تا جنوب، از میدان های جنگ هلمند تا قندوز، بدخشان و فاریاب و غیره جاهای دیگر در کشور، چگونگی جنگ این نظامی را از نزدیک و همگام با نظامیان دنبال کردم. جنرال مراد از هیچ کدام از این نبردها نتوانسته است که پیروز براید. باری در جنگ قندوز در ولسوالی چهاردره چیزی نمانده بود که جنگجویان طالبان زنده بگیرندش. خوب یادم است که با یک رنجر اردو چگونه است و حب فرقه نظامی در قندوز فرار کرد و شمار زیادی از نظامیان را به کام مرگ کشاند. باری هم که من از ناتوانی های او گزارش ساختم، مسئولان مطبوعاتی فرقه نظامی و سربازانی را که در جنگ خان‌آباد با من صحبت کرده بودند برای درود زندانی ساخت و برخی از آنان را به هلمند تبدیل کرد. خوب یادم است که چگونه بار ناتوانی هایش را در جنگ قندوز، سقوط شهر قندوز، بر ایوب سالنگی و از مرای پیکان می گذاشت. یادم است که به زودی در این جنگ رئیس جمهور غنی بر ناتوانی ها و پنهانکاری ها دادن اطلاعات به دور از حقیقت او پی برد و شورای امنیت ملی بیشتر از مراد علی مراد از خبرنگاران دخیل در جنگ قندوز اطلاعات روز را می گرفت. بیشتر از این نمیخواهم در باره اش اینجا چیزی بنویسم. ناگزیر شدم که به پرسش های بعضی ها و برای اثبات ادعای خودم یک بخش بسیاری از کوچک این ناتوانی های جنرال بی کفایت را بنویسم. گرفته شده از صفحه رسمی فیسبوک ولی آریان. پس از سقوط دولت نظام جمهوریت به دست طالبان، فرماندهان و بزرگان هزاره و تاجک همه فرار کردند، از جمله مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، کریم خلیلی، محمد محقق، جنرال مراد علی مراد و همچنان بسم الله محمدی فرار کردند که تا کنون هیچ ادلاعی درباره سقوط نظام در رسانه ها جزئیاتی نمی گویند. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. اوقات خوش داشته باشید.